با عرض سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. قصد دارم که به تعدادی از کامنت های شما عزیزان پاسخ بدم. به مدت تقریبا 20 دقیقه یک کلیپی رو بسازیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. متشکر از آقای علی فتی و آقای داوود رحیمی برای ما هم نوشتن که فقط چرا دو شت کوین آخر، یعنی همین NFT پانک و قبلی را نمیشه خرید، یعنی اون رابیته را. آقای داوود من جفتش را خریدم، فقط احتمال داره که شما هنوز قصد دارید اینها را از V1 بخرید که خب شاید تو V1 نباشه چون اینها جدید اومده و این را باید تست کنید. من فکر کنم هر جفتش را از V2 خریدم، در حال تو V2 هم تستا انجام بدید احتمالا میتونید بخرید چون V1 مثل اینکه جواب نمیداد. آقای رضا خداوردی برای من نوشتن که از کریپتولند BNB میخریدم که اونم بسته شد. از بدشانسی آخرین باری که انتقال بچه زدم به کیف پول تراست بستنش و پولم در حال انتقال مون. نوشتم بیاین تو سایت گرداب مشخصات بدین قوه قضاییه بررسی کنه. عجب، من هم یه مقدار دارم تو کریپتولند، زیاد نیست ولی BNB ندارم، توی دیگه دارم. فکر میکنم سول داشته باشم و چیز دیگه هم داشتم اونجا، خوب هم روش کرده بود اتفاقا. نمیدونم والا این جریان کریپتولند میخواد به کجا برسه واقعا، و حالا در هر حال تنها راهش اینه که شما از رمزینکس اگه خواستین BNB تون رو بخرید بفرستین به کیپ فول تراست و از بپ 2 به بپ 20 تبدیلش کنین. وقتی هم راه برگشتش رو خواستید برید به صلاح خیلی مراقب باشین چون یک شماره دیگه هم تو رمزینکستون هست که به صلاح یه متممانن داره دیگه، این هم باید بزنید حتما، مگه نه پولتون با مشکل مواجه میشه. به این قضیه خیلی دقت کن. خب آقای حسین فرهادی برای ما نوشتن که دو تا از شت کوین های جدید که معرفی کردین داخل تراست ولت قیمتی که خریدیم را نمیاره، مشکلش چیه؟ ببینید الان اینها چون هنوز در کیف پول ها لیست نشدن قیمت رو نمیاره، فقط تعدادشون رو میاره و خب حالا باید صبر کنید تا اونجا لیست کنن. خودتونم باید هر چند روز یه بار برید و آخرین نسخه تراست ولت را چک بکنید که حتما نصب کرده باشین تا این مشکل درست بشه و برطرف بشه و انشالله بتونید قیمتش رو هم ببینید. خب آیدی دکتر کشت برای ما نوشتن پیشنهاد دادن که به جای اصطلاح شت کوین که بد معرفی میشه بیایم و یک اصطلاحی که تو کوین مارکت کپ ها جای دیگه هم به کار میره تحت عنوان میم کوین ها به کار ببریم، میم کوین ها. ببینید حرف شما درسته و پیشنهاد خوبی هم هست، ولی خب من از این جهت مجبورم بگم شت کوین که دوستان یه وقت اشتباه نگیرن، یعنی مخصوصا کسانی که یه موقع برای اولین بار دارن یه ویدیو رو میبینن یا اینکه تازه اومدن توی کانال ما ویدیوهای قبلی رو ندیدن، فکر میکنم مثلا ما یه چیزی داریم معرفی میکنیم که اینها برن بخرن به مقدار خیلی زیاد، مثلا برن بخرن و اینو هولدش بکنن. یه مقداری بعض وقتا سوء تفاهم پیش میاد برای خیلی از دوستان و همین الان هم بودن کسانی که مثلا نوشته بودن چیزی که شما معرفی میکنی اصلا ارزش نداره فلان اینا، چیه داری میگی مثلا، چرا یه ارزای دیگه معرفی نمیکنی؟ که خب دور ما بیایم همیشه برای همه داستان تعریف کنیم از اول که بگیم قرار چی بشه چی نشه اینا، خب یکم اوضاع سخت میشه. بخاطر همین ما اسمشو اینجوری داریم میگیم که دوستان بدونن این کار کاملا با ریسک داره رقم میخوره. البته خب این چیزی هم که شما نوشتید بله، اگر که واقعا هم اینا بیان بالا سودای خیلی خوبی میدن و بعدا اون موقع واقعا اسمشون نمیخوره به شت کوین، وقت میبینی اینها بیشتر از به اصطلاح اونایی که شما میخرید و هولد میکنید بهتون سود میدن. ولی خب شانسیه دیگه، چون این چیز شانسیه به خاطر همین، به خاطر این موضوع من این اصطلاح ها به کار میبرم. خب میگن که اون عدد مالیات چی باشه؟ آقا آیدی شریفه شریف میگن که عدد مالیاتی چند باشه؟ من فکر میکنم برای روی 11 یا 12 گذاشتم براش. در هر حال واسه اینا تست کنید، مثلا شما اول 5 میذارید
بعد اگه جواب داد 4 میذارید، اگه جواب نداد 8 میذارید، دوباره اگه جواب داد 7 میذارید، اگه جواب نداد 10 میذارید. هی بالا پای میگه که بهترین رو پیدا بکنید که مالیات کمتری را پرداخت بکنید. خب آقای داوود رحیمی نوشتن که دوتا شیت کوین جدید که معرفی کردن نمیشن تو تراس و تو قسمت سواب چنج کرد با بی ام وی، که خب میگم من مشکلی نداشتم و احتمالا شما تو وی یک دارید کار انجام میدید به ویدیو مراجعه کنید. خب خیلی متشکرم از آقای عباس ایزدی، همچنین از آقای فریدون قفاری که برای ما کامنت نوشتن، از همینجور از آقای علی نقی جعفرزاده که امیدواری کردن که بازارم سعودی بشه که انشاءالله زودتر این اتفاق بیفته. آقای میلاد گفتن که شیتکوین های تازه تأسیس بهتره. منم سعی میکنم که خب یه چیزایی بگم که دیگه اصلا رشد نکرده باشه، چون برخی از شیتکوین ها ما میگیم حالا یه رشدی کرده قبلا، بعدا مثلا میخریم شاید بره پایین. اینا که میگم تقریبا تو این چند برنامه آخر گفتم تکونی نخوردن دیگه. متشکرم از آقای از آیدی ایناز که برامون پیام گذاشتن و گفتن که لینک BNB Smart Chain و Trust Wallet ها و خریدن شیتکوین ها رو در کامنت بگذارید. چشم، حالا توی کامنت هم براتون، حتی توی ویدیوهای قبلی توی جواب کامنت ها همیشه گذاشتم، فکر میکنم ویدیوهای همون رابیت بود تو جواب چند تا از کامنت ها گذاشتم، حالا توی اینجا هم میذارم، ولی خب توی کانال هم ببینید دوستان که حالا شاید بخوایم فقط برین سراغ یک موضوع خاص. ببینید شما وقتی که وارد کانال من میشید کافیه که اونجا بیاین بر اساس اون کاتگوری، بر اساس اون گروهی که هستش، ویدیوها رو بر اساس فهرست پخش انتخاب کنید. توی فهرست پخش که میرید بعدا اینجا تمام ویدیوهایی که مربوط به ارزهای دیجیتال هستش توی یه گروه تقسیم بندی شدن، که عرض کنم خدمتتون دیگه شما فقط کافیه وارد همون گروه بشید و نیازی نیست وارد گروه های دیگه بشید و گروه های دیگه رو ببینید. شما ارزهای دیجیتال رو برید سراغش، گروه ارزهای دیجیتال، بعدا اونجا یه 30-40 تا ویدیو هست که سریعتر میتونید پیدا کنید. اینها این ارزهای دیجیتال که بزنید دیگه همه ویدیوهایی که در ارزهای دیجیتال از اول تا اینجا ما گذاشتیم موجود هستن و خب خیلی راحت شما میتونید بگردید و اینها ببینید چگونه ارز دیجیتال استخراج کنیم. همینجور میاد پایین و اینجا به راحتی هستن. حالا ببینید اینها نحوه این قسمت ششم، قسمت ششم رو ببینید، ترفند جدید خرید ارزهای دیجیتال، اون اولین قسمتی بود که دقیق‌تر همه رو توضیح دادیم. قبلیش هم نحوه انتقال بی ان بی از صرافی به کیف پول تراس و آماده‌سازی برای خرید توکن، این دوتا ویدیو هستش که حالا دوستان بیشتر راجعش دارن صحبت میکنن. خب آقای یاسر نوشتن که حالا این نحوه فروش شیتکوین ها رو هم آموزش بدید، که آقا یاسر باز شما اگه بیاین تو این ویدیوهایی که اینجا من گذاشتم فکر میکنم که ندیدید، ما نحوه فروش توکن های خریداری شده رو هم اینجا به شما توضیح دادم، این را هم میتونید ببینید. همچنین یه دونه ویدیو هم دوستان ما اینجا داریم که اون ویدیومون چند نکته داشت، حالا غیر از اینکه این ویدیوها رو دیدید، نکات مهم و کلیدی در انگار معاملات ارزهای مختلف در پنکیک سواپ، این ویدیو رو هم سعی کنید حتما ببینید، چون بالاخره یه سری نکاتی رو توی این ویدیو ما به خدمت شما عزیزان گفتیم، این هم فکر میکنم که لازم هستش که حتما ببینید اگر میخواین این کار رو انجام بدید. خب متشکرم از آقای حمید که برای ما پیام گذاشتن، همچنین آقای جلیل، از آقای محسن، آقای ایمان نوشتن که سوال کردن صرافی هات بیت ایرانی ها رو تحریم کرده، فعلا که نکرده آقای ایمان، ولی خب به خاطر اینکه صرافی های خارجی احتمال داره ایرانی ها رو تحریم کنن، اون قسمت تشخیص هویتش را انجام ندهید بهتره. برخی از صرافی ها هستن که الزام دارن که شما باید حتما تشخیص هویت، تایید هویتتون رو
انجام بدید مثل بایننس، که خب ما اصلا پیشنهاد نمی کنیم تو چنین صرافی هایی شما که ایرانی هستید داخل ایران، البته ایرانی داخل ایران هستید، اونجا برید و بخواید به صلاح به خاطر بحث تحریم ها احتمال داره براتون مشکل به وجود بیاره. حالا ایرانی خارج کشور باشید مشکلی نداره، توی اون کشورها موردی نیست و خب میتونید کارتون رو انجام بدید. ولی احتمال داره حالا در آینده هم این اتفاق برای هاتپیت هم بیفته، یا حالا برخی از صرافی های دیگه هم هستن که مشکلی وجود نداره و میتونید اونا هم بدون این قضیه ثبت نام کنید. همچه آقای ایمان پرسیدن که این شت کوین ها رو از کجا باید خرید کرد، که خب نحوه خریدش رو تو همون دو تا ویدیویی که الان معرفی کردم چند لحظه قبل گفتیم، اینا رو فقط از کیفو تراست و از پنکیک سواب به راحتی میتونید خریدشون را انجام بدید. آقای حسن برای ما نوشتن که به لطف شما دو سه تا شت کوین جدید را خریدم ولی این یکی را نمیتونم بخرم. خب احتمالا همون مشکل ویکا ویدیوه. و بعدم یه مشکل دیگه هم که هست اینه که بی ان بی تونم صفر نباید بشه. ببینید اسمارت چین توی کیف پول تراس همیشه باید یه مقدار داشته باشیم به خاطر پرداخت کارمزدها، به خاطر اینکه اگر که اون اتفاق نیفته با مشکل مواجه میشید. باز نمیشن که بی ان وی رو راحت با بایننس به بایننس فرستادم تراس و اینقدر کارمزد کم کرد، که خب بله بی ان بی کارمزدش خیلی کمه و امکانات بایننس در این مورد هم خیلی خوبه و بی ام وی 2 مستقیم میفرسته، بی ام وی 20 هم بله بایننس میتونید اصلا بی ام وی بی پی 20 بخرید. اگه که ببینید ما الان فرضاً توی برخی از صرافی های ایرانی مثلا رمز نکسی معرفی کردیم بی ام وی بی پی 20 نداره، ولی خب اگر یه جایی رفتین خریدید مثلا بایننس رفتین یا هات بید رفتید، اونجا بی ام بی بپ 20 هم هست، میتونید خرید کنید و بفرست. متشکر از آقای سعید که برای ما کامنت گذاشتن و ایشون گفتن که، و یا آقای سعید دیگه، آقای سعید غریب و اینم آقای سعید زعیم هستش که ایشون گفتن که گوشی من اندرویده، کیف پول من گزینه دکس را نداره، چگونه باید تبدیل بکنم. یکی دیگه هم یه فیلم برداشتین کردیم از یکی دیگه هم یه فیلم آموزش برداشت ارز یا تتر از صرافی هات بیت را هم بگین. ببینید برداشت دوستان هیچ فرقی نداره، شما از چه صرافی بخواید برداشت کنید، وقتی برداشت رو میزنید کجا بفرسته، یه آدرس نیاز دارید که بدید. حالا شما آدرس که میخواید بفرستید توی مثلا کیف پول اتمیکتون یه آدرسه، تو کیف پول تراستتون یه آدرسه، هر کیف پولی آدرس منحصر به فرد خودش رو برای شما ایجاد کرده، تولید کرده، که باید اون آدرس رو بزنید، حالا هاتویت باشه ایرانی باشه خارجی باشه فرق نمی کنه. حتی اگه از یه صرافی خارجی بخوایم به صرافی ایرانی بفرستیم، مثلا از هاتویت بخوایم به رمزینکس بفرستیم یا برعکس از والکس بخوایم به رمزینکس بفرستیم، باید کافیه که اون آدرس که میخوایم بهش ارسال بشه رو بزنید و ارسالش رو انجام بدید. در ارتباط با گوشی اندروید من واقعا نمیدونم الان مشکل شما چیه، چون اینا دیگه مشکلات فنی نرم افزاری میشه. شاید بایستی حتما آپدیت بکنید تراست رو روی گوشیتون و شاید نسخه قدیمیه، چون من مشکلی نداشتم روی چندین گوشی هم ما داریم آخه و تا حالا همچین موردی نبوده که خدمتتون بگیم ارسام خدمتتون اینجوریه. خب آقای آلکس نوشتن در ارتباط با اون ویدیوی درآمد 7 میلیون تومانی که استخراج تیرون بود، خب ما توضیح دادیم تو توضیحات همون ویدیو هم گذاشتیم، اون لینکش رو هم برداشتیم، گفتیم اینو ما تست نکردیم و به جاش یه چیزهایی براتون گذاشتیم که تست کردیم و داره واقعا جواب میده و شما از اونها استفاده کنید. تازه یه روش جدیدی دوستمون گفته بود که خب من واقعاش فرصت نکردم براتون بذارم، 7-8-10 تا سایت که اینها هم یه کیف پول جدیدی هست و همش هم تست شده و سودای خوبی هم ده. اینم قول میدم این چند روزه براتون بذارم که تعداد اون کسایی که دارن استخراج میکنن از طریق این سایت ها و نرم افزارها بیشتر بشه. اون دو تا اپی که بهتون گفتم بیت کوین کش میگیره، لایت کوین میگیره و خودم هر هفته دارم دریافت میکنم. خب آقای محمد گفتن که من
این تعداد توکن از اینا دارم که خب مبارکتون باشه انشاءالله. آقای ممنون از آقای اردشیر، همچنین گفتن که توی این بازار ایران و کرونایی عجب حالی کردیم با این ریزش ها. خیلی خوب. آقای بیژن گفتن که شما شیبا را چند ماه قبل معرفی کردین، کمتر کسی اسمش رو میدونست و 5-6 تا صفر داشت، اما حیف که روی اتریوم بود و ما نتونستیم بخریم. لطفا یک سواب مثل پنکیک سواب که شیبا رو بشه ازش خرید و اینا معرفی کنید. ببینید بله من شیبا رو به تو معرفی کردم، اون هم تقریبا زمانی که بعد از معرفی ما 1000 برابر تونست رشد بکنه و خب قطعا اگه خریده بودن افراد که خیلی ها خریدن، خیلی علاقه به خبرش رو دارن، من الان کسانی هستن که مثلا هم موقع 1 میلیون 2 میلیون خرید کردن و الان 2 میلیارد پول دارن، خب مبارکشون هم باشه در حال. ولی عرض هم خدمتون که این مشکل اتریوم مشکل کارمزد بالا هست دوست من. اتریوم کارمزدش خیلی بالاست و اصلا صرف نمی کنه که با این روش هایی که مثلا ما گفتیم سواب بشه، و یا ما قبلا سواب معرفی کردیم، روش صرافی های غیر متمرکز یه ویدیویی داره تو که میتونید توی ویدیوها برید ببینید، روش صرافی غیر متمرکز یونی سواب رو گفتم، یک دو تا اونجا گفتم براتون گوشتم که اتفاقا با اتریوم هم کار میکنن. ولی خب شیبا رو شما اگه میخواستیم بخریم باید اصلا از هات بیت میخریدید، از هات بیت که میخریدید خیلی کمتر بود کارمزدش، و خب مشکلی که ما داریم هم کارمزده، یعنی مثلا شیت کوین ها رو مستقیم نمیشه اینجوری خرید کرد، خیلی بزرگ زیاد میشه مبلغ کارمزدش. خب آیدی AAA گفتن که استاپ کردن در BNB رو چگونه میشه آموزش بدید، بعد مثلا اگه 1 ماه تو BNB استاک کردیم بعد 1 ماه خودش میاد تو سبد یا باید کاری بکنیم. ما استاک کردن کیک را گفتیم، BNB هم خب توی اونا برید پیدا بکنید، بعضیاش BNB هم داره که میتونید استاک کنید، بعضیاش هم جفت ارزیه که گفتم اونا هم بعدا خدمتتون میگم. مثلا BNB رو با کیک دوتا رو با هم دیگه استاک میکنی، حالا اینجا به جای اینکه مثلا 80% 100% سود بده 250% سود میده، سودش بالاتره. من خودم سه تا اینجوری هم استاک کردم، سری مختلف هم مثلا اومدم با BNB یا کیک یا چیزی دیگه که مطمئن تر هستن استاک کردیم و سودای خوبی هم داریم میگیریم. ولی تا وقتی که شما آن استاک نکردید به صلاح استاکتون پابرجا میمونه و سوداشو بهتون میده. تو برخیش هم تو همون پنکیک سواب اون اولیه که درصدش بیشتر بود که کیک استاک میکرد، خودش اتوماتیک سودش رو اضافه میکنه رو خودش هر چند روزیه با. توی اون یکی که من استاک کرده بودم دیدید در حال ما اینجا تصمیم میگیریم هاروست میزنیم یا دریافت میکنیم سودش رو به صورت کیک تو کیف پولمون، سودش رو میگیریم سایی دیگه باش میخوایم که من معمولا این کارو میکنم، یا اینکه اونم میتونید بهش اضافه بکنید. در حال هر دو روش وجود داره، میتونید استفاده کنید. خب آقای داوود گفتن که چه نمیشه ارزو بگیریم تو تراس فلت، که خب من گرفتم و حتما دوستانم گفتم تو ویدیو بگیرید احتمالاً به خاطر اینه. آقای علی کرامت گفتن که یک ویدیو در رابطه با تبدیل ارزها به یکدیگر در پنکیک سواب گذاشتین، خیلی مفید بود و در هر حال خوشحال هستم که این مفید بوده براتون. این مطلب رو میخوام، مسئله رو در مورد USDT که خیلی بیشتر استفاده میکنم بفرمایید. ببینید فرق نمیکنه، شما تو پنکیک سواب هر ارز رو میتونید به ارز دیگه تبدیل کنید، فقط اون یه تو اون ویدیویی که نوکات رو گفتم اگه توجه کرده باشید گفتم که برخی از اوقات کارمزدها اینقدر بالا هستن که نمیصرفه، مثلا میخواد 5% 10% شما کارمزد بگیره و خب اینا بایستی به اون کامپکتش این خیلی توجه بکنید که چقدر میخواد ازتون بگیره. متشکر از آیدی MM مهتی، همچنین از آقای صادق بهرامی، از آقای یاسر بابت کامنتشون و گفتن که از این شیت کوین هایی که تازه متولد میشن اصلا معرفی کنین که سودش خیلی عالیه، امیدوارم که خب همتون پرسود باشید. باز آقای آیدی MD میر
افضل هم به ما گفتن که نهایت سپاس بابت معرفی شت کوین ها. امکانش هست یک ویدیو درباره استیک کردن و گرفتن سود 300% جفر از چشم، اینم براتون میگذارم. یه ذره کارش سخته واقعیتش، چسبوندن اون جفت ارزها به هم دیگه یه مقدار سخت بوده، به خاطر همین من صبر کردم که دوستان خوب راه بیفتن تو این کارا، توی استاک کردن های معمولی آسونشون فعلا راه بیفتن. چون باور کنی همین الان خیلی به من پیام میدن و خب ما نمیتونیم واقعتش پیام ها رو جواب بدیم همه رو یک به یک، به خاطر اینکه ما مثلا یک ویدیو که میگذاریم اینو 2000 نفر میبینن، بعضی این 2000 نفر فکر بکنین که 200 نفرشون میخوان انجام بدن نمیتونن انجام بدن و اینو ورم دارن به ما پیام مستقیم مثلا ایمیل میزنن، یهو من فقط کافیه ایمیل ها و مثلا اینستامو به شما نشون بدم چقدر پیام برای ما اومده که خب همم این مشکلات رو دارن. و خب واقعا ما نمیتونیم دیگه، چون برخی از مشکلات فنی هستش که افراد با خودشون بلد باشن، یعنی باید کار کردن. مثلا برخی موارد من میبینم شخص اصلا کار کردن با گوشی بلد نیست، یا اصلا اشتباه نصب کرده، راه اشتباهی داره میگه. خب این افراد خیلی باید دقت کنن، بایستی با یه نفری که مهارت بیشتری توی مسائل کامپیوتری و موبایل و اینا داره، آدم حرفه‌ای تری هستش، با اونها مشورت کنن، اون با اونها کلیپا رو ببینن. شاید نیاز باشه کلیپا رو چند مرتبه ببینید، یه مسائل اینجوری وجود داره. به خاطر همینه که من نگفتم، که چون یکم شاید گیج کننده باشه برای افراد، و گفتیم یکم بذارید فعلا اینجا استاک بکنن، یاد بگیرن، تا کم کم آروم آروم ما همه چیز رو در کانال میگیم در هر حال. خب دوستمون آقای رضا گفتن که راجع شرکتیه، دو تا شرکت راهنمایی کنی، که خب من شاید اگر که اطلاعاتی داشته باشم چشم حتما برای شما میگذارم. نوشتن که لطفا وقتی کد شت کوین میذاری در کلام فقط کد رو بگذاری، بدون هیچ نمیشه دیگه بدونیم کد رو کپی کنیم. خب پس اینجا می مشکل داری، چشم به تلگرام براتون درست کردم، درست میکنم. بعدش دوستانش زمان پیس کردن ادیت کنید، دوستی جوابشون رو دادن، چشم حالا براتون درستش کنم که راحت ترم باشید. خب گفتن که میشه لطفا آینده رو هم تحلیل کنید، این سهم الان 2 ماه تو صف فروش مونده، در صورت با بورس گفتن که خب خانم لیلا این رو از ما پرسیدن. خانم لیلا ببینید در حال بورس ما فعلا با یه مقداری کم لطفی یا به قول معروف بیمهری خود سهامداران مواجه شده و علتش هم عدم اعتماد اونهاست. یعنی الان با وجود اینکه قیمت‌ها خیلی قیمت‌های خوبی شده، با وجود اینکه سودای خوبی شرکت‌ها دارن، با وجود اینکه پی بی ایشون مناسب شده، گزارش‌های بنیادیشون خوبه، ولی چون به سیستم حاکمیتی اعتماد دیگه ندارن، یعنی به دولت هیچ نوع اعتمادی دیگه ندارن و خب میگن آقا اینا هر چی گفتن دروغ گفتن، خودشون دیگه مردم بیمهر شدن دیگه. از طرفی خب دولت هم خیلی کار به اصطلاح پشتیبانی که اونجور باید بکنه نکرده، بله یه مقدار پول اومده تزریق کرده به اندازه حالا 5 روز 10 روز که، ولی خب این پولا رو اگر که یه هوی همشو بخرن تو یه روز هم تمام میشه دیگه، اینقدر متقاضی بالاست. و خب باید یه کاری بکنن، یه کار درست حسابی بکنن، که خب متاسفانه نبوده دیگه تا الان. تا وقتی اوضاع اینجوری هستش این اعتماده بر نگرده، این اتفاق میفته، امیدواریم زودتر درست بشه. ما هم منتظر هستیم مثل شما و خب قطعا آخرش درست میشه. حالا یکم یکی دو ما شاید این طرف اون طرف باشه، ولی ما که تحمل کردیم، حالا فعلا بازم بایستی تحمل کنیم. خب آقای محمد گفتن ممنون بابت آموزش‌های عالیتون، فقط میشه یک آموزش بذاریم بگین چگونه این ارزهای تازه تأسیس میشه پیدا کرد؟ خب آقای محمد ما میگردیم پیدا میکنیم، ما برای شما اینجوری نیستش که فکر کنید به راحتی اینها پیدا میشه. ما یه وقت مثلا تیم ما، نه تنها من تنها هم نه، تیم ما روی قضایا داره کار میکنه، یک روز دو روز میشینیم میگردیم پیدا میکنیم، میبینیم نموداراشون رو میاریم مقایسه میکنیم، میبینیم آه یکی خوبه، مثل اینکه مثلا این میخواد جواب بده، یک کاری میخواد انجام بده، اینا اینقدر زیادن که خب همه رو نمیشه که ما بیایم اینجا معرفی بکنیم. ما سعی میکنیم حالا باز بهترین هاشو برای شما بگیم.
همچنین متشکرم از آقای مهدی ریحانی بابت پیامشون. و خب دیگه دوستان 25 دقیقه شد ویدیوی ما، میخواستیم روی 20 دقیقه تمامش بکنیم. دوست عزیز از ما تحلیل خواستن در ارتباط با بورس، که خب فعلا آقای احمد تحلیلی وجود نداره، تو اوضاع بورس عادی نیست که تحلیلی باشه، بایستی به قول معروف یه جورایی این اوضاع عادی بشه تا انشاءالله ما بتونیم تحلیل را انجام بدیم. خیلی ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودیم، باز هم برای من کامنت بگذارید و امیدوارم که روزگار خوبی در انتظار همه از نظر مالی چه تو بورس چه توی بازار ارزهای دیجیتال باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.